در مثال اول فصل 5، یه سیستم شامل 3 تا فنر در واقع تحلیل شده، در شکل 5-7 در واقع نشون داده شده. فنر اول که بین نوتهای 1 و 3 قرار گرفته، فنر دوم بین نوتهای 3 و 4 و فنر سوم بین نوتهای 4 و 2 در واقع. که حالا میبینید در واقع المان اول، المان دوم و المان سوم سفتی فنر رو مشاهده میکنید. و خب ما هر جایی که سفتی ها تغییر بکنه، هر جایی که نیرو اعمال بشه، خب به تبع بایستی یه نود جدید و یک المان جدید رو در واقع در نظر بگیریم که اینجا تو این شکل هم رعایت شده. نکته که باید اشاره کنم اینه که ما در واقع معمولا ترتیب شماره گذاری های نوت ها برای ما برابره، در واقع منظمه. منظورم اینه که مثلا اینجا نود شماره 1، نود شماره 2، نود شماره 3 و نود شماره 4 خواهیم داشت. به خصوص وقتی میخواییم یک برنامه بنویسیم و در واقع المان ها رو افزایش بدیم، این کار رو منظم انجام میدیم تا بشه راحت تر اون معادلات اسمبل شده رو تشکیل داد. اما اینجا حالا تو این مثالی که تحلیل شده، نامنظم شماره گذاری شده، 1, 3, 4 و 2 در واقع در نظر گرفته شده برای شماره نوت ها. که خب مشاهده میکنید نود 1 و 2 به تکیگاه وصله، نود 3 هیچ نیروی بهش اثر نکرده، اما نود 4 نیروی 5000 پوندی در راستای افقی داره بهش اثر میکنه. سفتی فنرها رو که اینجا شما مشاهده میکنید، خب هدف اینه که ماتریس سفتی کل رو پیدا بکنیم، جابجایی گره های آزاد 3 و 4 رو محاسبه کنیم، نیروهای عکس‌العمل در گره های 1 و 2 و همچنین نیروها در هر فنر رو ما به دست بیاریم. خب عرض کردم با استفاده روش سفتی مستقیم که همون روش جمع آثار هست، می‌خوایم ماتریس کای کل رو پیدا بکنیم. و خب در ابتدا بایستی ماتریس کای هر المان رو تشکیل بدیم. ماتریس کایی که در واقع تو قسمت قبلی اینجا در واقع عرض می‌کنم، اینجا تو رابطه 25 محاسبه شده بود و اینجا شما مشاهده می‌کنید. و حالا همین ماتریس کار رو برای هر سه نوع المان، هر سه تا المانی که توی این مثال داره تحلیل میشه، در واقع ما در نظر خواهیم گرفت. که اینجا مشاهده میکنید کای المان 1 اون بالا اندیس مال شماره المانه، کای المان 1، کای المان 2 و کای المان 3 که سفتی هر کدوم از المان ها اینجا در واقع جایگزین شده. مثلا سفتی المان اول، سفتی فنر المان اول 1000 اینجا جایگزین شده که کا، منهای کا، منهای کا و کا هست. سفتی المان دوم، سفتی المان سوم جایگزین شده. المان ها بین هر دو تا نودی که قرار میگیرند یا بین هر درجات آزادی که قرار میگیرند، در واقع ما سطر ستون هاش رو بر اساس اون درجات آزادی در واقع شماره گذاری میکنیم. مثلا المان اول بین نوت های 1 و 3 قرار گرفته، یعنی بین درجات آزادی 1 و 3 قرار گرفته. اینی که مشاهده میکنید سطر ستون اول رو گذاشتیم درجات آزادی شماره 1، سطر ستون دوم گذاشتیم درجات آزادی شماره 3. المان دوم بین درجات آزادی 3 و 4، بین نوت های 3 و 4 قرار گرفته. حالا شماره درجه آزادی بگیم بهتر هست. اینی که مشاهده میکنید در واقع سطح ستون اول المان کادو شماره 3 هست، سطح ستون دوم هم شماره 4 هست که شما اینجا مشاهده میکنید. و کای 3 که میبینید سطح ستون اول شماره 4، سطح ستون دوم شماره 2 هست، چون المان سوم بین نوت‌های 4 و 2 در واقع قرار گرفته. با بکارگیری روش ماتریس سفتی مستقیم یا همون روش جمع آثار، در واقع میتونیم ماتریس کای کل رو پیدا بکنیم که اینجا تو رابطه سی مشاهده میکنید که ما در واقع، حالا برای نحوه محاسبه اینم باید عرض کنم که یه ماتریس کای کلی تشکیل خواهیم داد که مرتبهش، اوردرش در واقع هم اوردر تعداد درجات آزادی سیستم باشه. یعنی سیستم ما تو این مثالی که اینجا داشتیم، خب 4 تا نود داریم، هر نود یه درجه آزادی میشه 4 درجه آزادی. ماتریس کای تشکیل میدیم که 4 در 4 باشه، ولی همه این سطح ستوناشو در ابتدا صفر جایگزین در واقع در نظر میگیریم، بعد میایم این در واقع سه تا ماتریس تک تک درایه‌هاش رو اونجا جایگزین میکنیم. مثلا اینجا الان این درایه 1000 درایه 1 که میره توی اون ماتریس کای کل، تو درایه 1 جمع میشه، بعدیش درایه 1 3 هست، بعدیش درایه 3 1 هست، بعدیش درایه 3 3 هست، میره توی اون درایه ماتریس کای کل در واقع
جایگزین بشه. به همین صورت برای ماتریس کادو و برای ماتریس کایسه هم همینطور. درایه ها مثلا برای ماتریس سفتی المان سوم مشاهده میکنید دیگه، درایه 4 4 داریم، درایه 4 2 داریم، 2 4 داریم و 2 2 دیگه. اینا میرن دونه دونه توی در واقع درایه های ماتریس کایکول در 4 4 4 2 2 4 و 2 2 در واقع جایگزین میشن و جمع میشن. در واقع اینه که این چیزی که اینجا شما الان مشاهده میکنید جمع اون سه تا ماتریسی هستش که توی قسمت قبلی، توی اسلاید قبلی ما داشتیم، ماتریس های المان های مختلف که عرض کردم با روش ماتریس سفتی مستقیم یا روش جمع آثار در واقع رابطه سی محاسبه شد. حالا با داشتن این رابطه ماتریس سفتی کل، رابطه بین نیروهای گرهی کل و بردار جابجایی کل رو می‌نویسیم، رابطه سی و یک. و دقت داشته باشید که اینجا من حالا نوشتم U1, U2, U3, U4، منظورم همون 1, 2, 3, 4 هستش که توی این ماتریس های رابطه 28 شما مشاهده میکنید که عرض کردم این 1 یعنی درجه آزادی شماره 1 U1 هست، 3 یعنی درجه آزادی شماره 3 که U3 هست، که حالا اینجا هم سطح ستونه رو مشاهده میکنید که به همین صورت شماره گذاری شده و در واقع اسمبل شدهش به صورت معادله 31 هست که شما اینجا مشاهده میکنید و C یا 31 معادلات رابطه 31 بردار نیروهای گرهی کل رو به بردار جابجایی کل ارتباط داده با همین ماتریس سفتی که این بالا در واقع محاسبه کرده. مرحله بعدی اعمال شرایط مرزی هست که اینجا مشاهده میکنید شرایط مرزی برای اینکه اعمال بشه نود 1 و نود 2 به تکیگاه ها وصلن و مقادیر جابجاییشون صفره. این درجات آزادی که تو تکیگاه ها هستن مقادیرشون معلوم و صفره، بهشون میگیم شرط مرزی همگن، درجات آزادی همگن. که خب چون این U1 و U2 معلوم و صفر هستن، واضح هستش که تو این رابطه C1 ما الان در واقع U1 و U2 رو عرض کردم که صفرن توی سمت راست تساوی که من اینجا دارم نشون میدم. U1 و U2 صفرن، U3 و U4 جزء مجهولات هم هستن. تو سمت چپ نگاه کنید بچه ها، F3 صفره چون هیچ نیروی خارجی به نود 3 اثر نکرده. F4 هم در واقع مقدارش 5000 پوندی هستش که اون نیروی خارجی وارد شده هستش که نشون داده شده تو شکل. F1 و F2 مجهولات تکیگاهی هستن. یعنی چی؟ یعنی در واقع دو تا، این چیزی که در واقع عرض کردم، دو تا مجهول U3 و U4 در سمت راست هستن، دو تا مجهول F1 و F2 در سمت چپ هستن که اینجا مشاهده میکنید. ما برای اینکه اینو یک کمی اصطلاحاً مرتبش کنیم و همه مجهولات رو یک سمت نگه داریم، میاییم سطح و ستون اول که متناظر با U1 و U2 هستن رو از بین میبریم، در واقع میذاریمش کنار. ستون ها چرا میرن کنار؟ یعنی ستون اول و ستون دوم میره کنار. چرا؟ چون ستون اول قرار در U1 که صفر هست ضرب بشه، پس فرقی نمیکنه، میذاریمش کنار. ستون دوم هم میره کنار. چرا؟ چون در U2 که صفر هست ضرب میشه. حالا این بس دو تا ستون ها به این خاطر میره کنار، سطح ها به چه دلیل میره کنار؟ به این دلیل میره کنار که ما میخواییم دو تا معادله و دو تا مجهول اون حل کنیم، دوا حذف کنیم. یعنی سطر اول و ستون دو، سطر اول و سطر دوم میذاریم کنار، یعنی داریم F1 و F2 هم که دو تا مجهول بودن رو میذاریم کنار. دقت میکنید این سطرها رو میذاریم کنار به این خاطر هست که میخواییم تعداد معادلات مجهولاتمون رو به یه نحوی در واقع مرتبش کنیم که همه مجهولاتمون یه سمت اتفاق بیفته. پس من میتونم سطر اول و دوم هم بذارم کنار که با کنار گذاشتن سطرهای اول و دوم دو تا مجهول F1 و F2 میره کنار. یعنی به جای اینکه چهار مجهول حل کنیم، دو معادله دو مجهول داریم حل کنیم که این سطر سوم و چهارمی که باقی مونه که ستون اول دومش هم حذف کرده بودیم، یعنی این ماتریس 2 در 2 که اینجا مشاهده میکنید اینجا در واقع ظاهر میشه. ببینید دیگه F3 x و 0 جایگزین کردیم، F4 x و 5000. این ماتریس 2 در 2 همین 3000 منفی 2000 منفی 2000 و 5000 است که اینجا اومده و U3 و U4 که جزء مجهولاته که حل این معادله 32 ما رو به U3 و U4 مجهولات در واقع مجهول میرسونه. و بعد اگر این U3 و U4 رو بیایم تو اون رابطه نیروی جابجایی کل جایگزین کنیم، میتونیم F1 و F2 رو در واقع محاسبه کنیم. حالا اینجا در واقع رابطه 34 که مشاهده میکنید همین رابطه عرض کنم که 31 هستش که اینجا داشتیم که U1 و U2 صفر جایگزین کردیم خاطر شرط تکیگاهی، U3 و U4 که به دست آوردیم جایگزین کردیم تا هر چهار تا مؤلفه F رو دوباره به دست آوردیم، ولی خیلی ضرورتی براش نداشت. دقت کنید یعنی میتونستیم این دو تا سطری که قبلا حذف کرده بودیم، یعنی سطر اول و دوم که حذف کردیم، فقط همین سطر اول و دوم بنویسیم. سطر اول و دومی که ستون اول و دومش هم حذف شده، یعنی ماتریس منفی 1000 0 0 منفی 3000
در U3 و U4 رو تشکیل میدیم که F1 و F2 در واقع محاسبه شد. حالا عرض میکنم نیازی به تشکیل کل ماتریس نبود، ولی حالا اینجا اتفاق افتاده و F1 و F2 هم که مشاهده میکنید به همراه F3 و F4 که حالا نیروهای خارجی بودن که از قبل وجود داشتن، F3 که نیروی خارجی حالا صفری بود که در نود 3 ما داشتیم و F4 هم که نیروی خارجی 5000 پوندی که این 55000 تقسیم بر 11 همون رو به ما خواهد داد، که این جهت در واقع مقدار نیروها رو با علامت جعبهشون دقت داشته باشید، منفی 10000 تقسیم بر 11 منفی 45000 تقسیم بر 11 که اول این منفی یعنی که داره به سمت چپ اثر میکنن به نودها، یعنی تو نود 1 کششیه، تو نود 2 فشاریه در واقع، و علاوه بر این جمع این 4 تا نیرو تعادل رو برقرار میکنه، یعنی F1 و F2 و F3 F4 تعادل رو برقرار میکنه که خب طبیعیه مثلا این اتفاق بایستی میافتاد. حالا رفتیم سراغ تک تک المان ها و برای هر المان رابطه نیرو جابجایی رو نوشتیم. برای المان شماره 1 مثلا مشاهده میکنید که اینجا نوشته شده F1X F3X مال المان 1 دیگه، این بالا هندسی 1 عرض کردن دیگه، مال شماره المان هست. این ماتریس کای المان 1 U1 و U3 دیگه، چرا؟ چون المان 1 بین نوت های 1 و 3 قرار داره دیگه، یعنی F برابر با کاز عبدال دی رو برای المان 1 نوشتیم که این U1 و U3 رو جایگزین کردیم و اینجا F1X و F3X رو در واقع دست آوردیم. بعد اینجا مشاهده میکنید که ترسیم آزاد المان فنری رسم شده تو این شکل 5-8 که اینجا نشون داده شده برای المان 1. این برای المان 1 که این برای نود 1 که این F1X چون منفی 10000 تقسیم بر 11 هست، چون منفی باید به سمت چپ نشون داده بشه با علامت مثبت، البته حالا منفی یعنی قرارداد اون بر اساس اون قراردادی که برای نود سمت چپ داشتیم، این باید بالعکس نشون داده بشه دیگه. برای نود 3 خب واضح است همین 10000 تقسیم بر 11 مثبته که اینجا نشون داده شده و معلومه که تعادل برقراره. برای نود 1 وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم تعادل در واقع برقرار هست. همین کار برای المان دوم اتفاق افتاده، المان دومی که این باید F3X F4X المان 2 باشه، این باید شماره 2 باشه در واقع. حالا این کای ماتسکای المان دوم، اینم U3 و U4 هست که قبلا حساب کردیم، در نتیجه F3X و F4X المان 2 به دست اومده که ترسیم آزاد دیاگرام آزاد برای المان 2 اینجا رسم شده. و برای المان شماره 3 که حالا المان شماره 3 چون بین نوت‌های 4 و 2 هست، اینجا مشاهده می‌کنید که F4X F2X المان 3 ماتسکای المان 3 و U4 و U2 دیگه اینجا در واقع نشون داده شده و معادلش رو شما اینجا مشاهده میکنید که محاسبه شده و دیاگرام آزادش هم اینجا ترسیم شده. خب این مباحث انتهایی المان در واقع فنر بود. حالا عرض میکنم نکات بسیار زیاد هستند، ولی من دعوت میکنم حتما اگر مطالعه میخواید بکنید مطالعه بیشتر رو در کتابی که در ابتدا عرض کردم مقدمه و اجزای محدود در واقع مراجعه کنید. ممنون. تا جلسه آینده فعلا خداحافظ.